هر کس تا کنون در هلند حضور داشته و سعی کرده خود را به وسیله خودرو به مرکز آمستردام برساند، یک نکته را به خوبی می‌داند. این شهر در تسخیر دوچرخه سواران است. روزانه تعداد زیادی دوچرخه سوار در خیابان‌های پایتخت هلند تردد می‌کنند و قوانین راهنمایی رانندگی این کشور هم عملاً حق تقدم را به دوچرخه سوارها می‌دهد. شهر آمستردام به شبکه‌ای گسترده و پیچیده از مسیرهای دوچرخه سواری مجهز است و ایمنی و راحتی آنها باعث شده حتی کودکان و سالمندان هم از دوچرخه به عنوان آسان‌ترین وسیله حمل و نقل استفاده کنند. اما هلند از ابتدا این گونه نبوده. در دهه‌های 50 و 60 میلادی خیابان‌های هلند شاهد حضور انبوه خودروها بود و فضایی برای دوچرخه سواری نبود. اما به لطف تلاش‌های فراوان برای حمایت از دوچرخه سوارها، آمستردام امروز به پایتخت دوچرخه‌های جهان تبدیل شده و علاوه بر آن، سایر شهرهای هلند هم از بسترها و امکانات مناسب و ایمن برای دوچرخه سواری برخوردار است. با شکوفایی اقتصاد هلند در اوایل قرن 20، تعداد خودروهای این کشور بیشتر و بیشتر شد و هر سال 6% از میزان استفاده از دوچرخه در این کشور کم می‌شد و به نظر می‌رسید استفاده از این وسیله نقلیه در هلند به فراموشی سپرده خواهد شد. افزایش قربانیان حوادث رانندگی در سال 1971 مرگ 3300 نفر از جمله بیش از 400 کودک را در هلند رقم زد و این اتفاقات باعث بروز اعتراضات گسترده شد. مردم خودروها را کودک کش نامیدند و جنبشی با نام کودک کش را متوقف کنید به راه افتاد. ادامه اعتراضات به شکلگیری کمپین‌های گسترده و تشکیل اتحادیه‌ای برای دوچرخه سواران منجر شد. حامیان دوچرخه سوار بر این وسیله نقلیه در خیابان‌های شلوغ حضور می‌یافتند و خواستار ایجاد فضای کافی، ایمن و مناسب برای دوچرخه سوارها بودند. کم کم سیاستمداران هلند صدای اعتراضات را شنیدند و مزایای دوچرخه سواری از جمله آلودگی کمتر و قربانیان تصادفات کمتر را فهمیدند و در نتیجه نه تنها به ایجاد مسیرهای مخصوص دوچرخه سواری اقدام کردند، بلکه قوانین را هم از این تغییرات بی‌نصیب نگذاشتند. حالا طبق قوانین هلند، در صورتی که یک خودرو و یک دوچرخه تصادف کنند، این وظیفه راننده خودرو است که باید ثابت کند مقصر نبوده. در غیر این صورت، حق کاملا با دوچرخه سوار است. وجود پارکینگ های فراوان برای دوچرخه ها هم از امکانات مناسب موجود در هلند است و همه این موارد باعث شده فرهنگ دوچرخه سواری در هلند به مرور نهادینه شود. هلند طی چند دهه توانست از کشوری که تحت سلطه خودروها بود به کشوری با بیشترین دوچرخه سوار در جهان تبدیل شود، اتفاقی که میتواند الهام بخش سایر کشورها باشد. حالا چند دهه از آن روزها می‌گذرد و امروز هلند دارای بیش از 35000 کیلومتر مسیر مخصوص دوچرخه سواری است. بیش از 1/4 سفرها در این کشور با دوچرخه انجام می‌شود و این کشور 17 میلیون نفری بیش از 23 میلیون دوچرخه دارد.